با وجود آنکه حزب محافظ کار حاکم در اسپانیا قول داده بود که در طرح ریاضتی خود برای کاهش بدهی ها به بودجه بهداشت و آموزش دست نزند اما سورایا ساینس معاون نخست وزیر می گوید که ده میلیارد یورو از بودجه این دو وزارتخانه کاسته خواهد شد ما نیاز به اصلاحاتی داریم که بتواند با توجه به کاهش درآمدها و منابع مالی کشور اهداف ما در زمینه کاهش بدهی ها را تحقق ببخشد. حجم بدهی اسپانیا که در سال 2011 به 8.5 درصد تولید ناخالص این کشور رسید، باید در سال 2012 به 5.3 درصد کاهش یابد. در زمینه بهداشت برای مثال بازنشستگان که از پرداخت هزینه نسخه های پزشکی معاف بودند اکنون باید 10 درصد هزینه ها و حد اکثر تا 18 یورو بپردازند صاحبان درآمد پایین مشمول پرداخت نصف این مبلغ خواهند بود همچنین افراد صاحب شغل باید 60 درصد هزینه درمانی خود را بپردازند که این مبلغ قبلا 40 درصد بود مطابق با برنامه اصلاحی در زمینه آموزش مناطق مختلف می توانند شهریه دانشگاه ها و هزینه های مربوط به استخدام معلمان و کلاس های درس را تا 20 درصد افزایش دهند برای نمونه دانشجویان از این پس به جای 15 درصد باید 25 درصد هزینه تحصیلی را پرداخت کنند اسپانیا دارای 17 منطقه خودمختار است و بیش از نیمی از بودجه عمومی این کشور در این مناطق هزینه می شود در صورتی که مناطق خودمختار طرح ریاضتی را اجرا نکنند دولت مرکزی به دلیل مسئولیت خود در تخصیص اعتبار مناطق می تواند از بودجه آنها بکاهد احزاب مخالف دولت مرکزی را به خاطر فقدان ارائه طرحهای مشوق مورد انتقاد قرار دادند بنا به گزارش بانک مرکزی اسپانیا میزان کاهش بدهی که در سه پایانی سال 2011 3 درصد تولید ناخالص ملی بوده در سه اول سال جاری تنها به 4 درصد رسیده است همچنین کارشناسان تایید می کنند که شاخص بیکاری در اسپانیا که در پایان سال 2011 23 درصد بوده در سه اول سال جاری 4 درصد افزایش یافته است. رشد بادکنکی معاملات مسکن و ساختمان از سال 2008 نیز مشکل دیگر اسپانیا به شمار می رود.